زمانی که شما همیشه میفرمایید 6 ماه آشنایی، ما 2 سال با هم دوست بودیم و مرتب با هم صحبت میکردیم، چرا من هیچ کدوم این علائم اون موقع نتونستم ببینم؟ پس چه فایده داره این 6 ماه؟ نه خب آخه شما نه ببینید عزیز، این که من پاشم برم دکتر ولی دردمو نگم و او دکتر نباشه، خب معلومه به جایی نمیرسه. شما ببینید، شما با یه انسانی روبرو هستید که اولا از نظر علمی حداقل 5 تا رویه شخصیتی داره، یعنی یه شخصیتی است که اجتماعی است، این یه ماسکه، من به صورتم زدم شما اصلا میدید من کیم. دومیش چیزی است که یه مقداری هست و شما پس میزنید یه چیزایی از من رو میدید. سومیش اون چیزی است که من در یه محیطای راحت دوستانه خودم نشون میدم. چهارمیش اون چیزی است که خیلی شما باید من نزدیک بشید تا بتونید من رو آنگونه که هستم ببینید. و پنجمیش وقتی است که شما از من یه اکسری میگیرید، یه امارای میگیرید، استخون منو یا قلب منی رو که هیچ کس نمیده خودم نمیده میتونید نشون بدید. این حداقل این 5 تای اولی است. حالا بگذاریم از 2-3 تای بعدیش. شما در یه رویه با هم سر و کار داشتید و بعدم شما یه اشتیاقی داشتید برای حالی که همدیگر رو میخوایم آنگونه همدیگر رو ببینید که دوست دارید اونگونه باشه. و بعدم شرایطی پیدا نشده عزیز. شما وقتی به مهمونی ها میرید همه راحتن، حتی زن و شوهرها با هم خوبن، اما شما میدونید که قبل از اینکه مهمونی بیان یه درصد بالاشون دعوا کردن، و یا میدونید به مجردی که از مهمونی بیرون میرن هنوز در نبسته شده سر اینکه چرا این کاری کردی یا چرا اون کارو نکردی، چرا این حرفه جون ازی دعوا در یه زندگی شروع میشه. ما که قرار نیست همه جا یه چیز باشیم. از انسان یه موجودی است که نقش انتخاب میکنه، نه اینکه بخوام بگم بازیگره و بده، نه، من وقتی اینجا خدمتتون هستم الان یه کار تلویزیونی دارم، الان که میامدم پشت فرمون راننده بودم، پسرم با من صحبت کرد پدر شدم، اگر احتمالاً با دوستی صحبت کردم رابطه دوستانه بوده. بنابراین ما نقش‌های مختلف انتخاب میکنیم. شما در اون زمان ابزار نداشتید عزیز، توانای تشخیص نداشتید. امیدوارم حمله بر چیز عجیب و غریب نکنید. برخی از اوقات تو 2 دقیقه بنده میتونم چیزی رو ببینم که شما تو 20 سال ندیدید. همطور که بسیار از اوقات شما میرید پلوی دکتر، بنده میرم پلوی دکتر قلبم، این قلب با من 66 سال بوده، من 1/100 آگاهی رو که دکتر قلبم بعد از 1 ساعت معاینه و گرفتن فرض کنین آزمایشایی داره، 1/100 دانایی و آگاهی رو ندارم، برای که من اون دانایی آگاهی رو ندارم. بنابراین اصلا اونا معنی نمیده. آخه شما به دنبال شناخت همدیگه نبودید، شما به دنبال ساختن بودید. ببینید عزیز، بسیاری از مردم جهان اول تصمیم میگیرن بعد دنبال دلیل میرن، و این انقدر مکانیزم بسیار پنهان و ناآگاهیه و حتی واقعیت رو تغییر میده، یعنی دیستورت ریالیتی، که به عنوان مکانیزم دفاعی میشناسیم. به همین جاست که شما حتی وقتی با یه آدمی مشورت میکنید غالب اوقات میدونید که احتمالاً چه پاسخی خواهد داد و به اون دلیل چه موافقت چه مخالفت، که غالباً موافقت اون میخواید با اون مشورت میکنید. ما در این زمینه میدونیم انسان چگونه عمل میکنه. شما من میگید پسر و دخترها که با هم میرن احتمالاً کوشش میکنن همدیگر رو بشناسن، یک اصلا نمیدونن خودشون رو نمیشناسن تا دیگری رو که در حد خودشون میتونن بشناسن، دوم اصلا برای اون بیرون نرفتن، یعنی بسیاری از اوقات نبرن. به همین جاست که یه توهمی وجود داره که توهم غلطی است که عشق کوره. نه، عشق مال آدم بیناست و دقیقاً هم میبینه، ولی اینا اسمش عشق نیست، اسم اینا جبران یه احتیاج، دنبال یه زن یا یه مرد هستن، فکر میکنم عروسی یا ازدواج کار خوبیه، تشکیل خانواده خوبه، که همه اینا هم خوبه، پدر مادر هم چقدر خوشحال میشن، به نظر میرسه ما از نظر کلی با هم مشکلی نداریم و و همه این حرفا رو پشت سر هم میزنید و بنابراین بعداً به دنبالش میرید. نتیجتاً شما در اون 6 ماه و 9 ماه و 2 سال سهله، ای بسا شما 2 سال بعد از ازدواج متوجه ایشون میشید. از اون گذشته یا آدمایی هستن که برای مدتی با لایه مثلا 2 و 3 با شما برخورد میکنن، کمتر به لایه 4 و 5 میرن که شما بدونید چه خبره. و بعدم خیلی از اوقات این آدما در یه جاهایی درست مثل یه مهمونی با لایه 1 و 2 زندگی میکنن، و بسیاری از آدما در وقت ازدواج هنوز تو لایه 1 و 2 و 3 میمونن، برای که همچنان برای زنشون یا شوهرشون غریبن، هنوز اونا رو وارد حریم خودشون نمیکنن. داستان محرم بودن در مفاهیم حقوقی و فرض کنین باورها مطرحه، ولی محرم بودن اساسی این است که انسان اوریان خودش رو آنگونه که هست نشون بده. به همجاست که من حتی بسیار از اوقات به دوستانی که میخوان ازدواج کنن حرفم این است که 10-20% خودتون رو بدتر از اون چیزی نشون میدید که هستید و خوبی های خودتون رو 10-20% کم کنید تا به اون جایی برسید که احتمالاً بیشتر به خود واقعی شما نزدیکه. ما خود واقعی یا اکچوال سلفمون کاملاً با خود تصویری و تصوری متفاوته. تازه کجا میرید؟ بنده بسیاری از دوستان رو میشناسم که
نادانند، عقل و شعوری ندارند، به دلیل اختلال شخصیتی خودشیفتگی فکر میکنن عقل کلن و دانای جهانند. بنابراین انسان یه موجودی نیست که نظرش راجع به خودش واقع بینانه باشه. اتفاقا حرفی که فروید میزنه درسته، ما مثل یخی هستیم در یه آب، 10% بالاست که خودمون و دیگران اونو میبینیم، تازه توشو نمیبینیم، دورشو میبینیم، 90% پایینه. و از همه اینا گذشته آدم ها یه مقداری تغییر میکنه ازم. برخی از گرفتاری ها و بیماری ها با گذشت زمان پیدا میشه، برخی از بیماری هاست که بعد از 30 سالگی خودشونشونه. شما با یه آدم ازدواج میکنید در 20 سالگی، 25 سالگی، 30 سالگی با یه کسی روبرو هستید که اصلا نمیشناسیدش، همه چیز براتون عجیب و غریبه. خیلی از اوقات پنهان نکرده، همونطور که پسری که شما در 2 سالگی داشتید در 21 سالگی ندارید، او یه چیز دیگری بود، حالا یه چیز دیگری است. همه چیز که در یه مسیر اندازه مشخصی رشد نمیکنه. بنابراین روزی که من و شما میخواییم آشنا بشیم، این آشنایی باید با ابزار باشه، یعنی نور میخواییم، خطکش و میزان، ترازو، اسکیل میخواییم و چشم میخواییم. تازه باید بی نظر و بی غرض باشیم. باز یه جمله دیگه ای من به دوستان عرض میکنم که روزی که از کسی خوشتون آمد، حالا برید ببینید چه چیزهای احتمال داره در او باشه که شما با بودن اونها امکان نداره با او زندگی کنید. حالا برید دنبال عیباش و الا شما برید دنبال خوبیا. هر آدمی روزی 5 تا خوبی میشه درش کشف کرد. شما بعد از 1 ماه بکنید 100 تا خوبی یا 150 تا خوبی این آدم داره، ولی 5 تا عیبش رو ندیدی. و بعدم اشکال کار یه چیز دیگه است. اون چیزی که زندگی رو به هم میزنه مثل چیزی است که منو میکشه. من میتونه 100 قسمت بدنم درست کار کنه، 1 قسمت درست کار نکنه، من بمیرم. اشکال کار اینجاست. من میتونم 1000 ساعت خوب رانندگی کنم، 1 دقیقه بد رانندگی کنم، خودم و دیگران رو به کشتن بدم. بنابراین اشکال کار طبیعت اینه که در این گونه موارد میشه جبره، مثلا جمع جبری یا ریاضی کرد و بعد بگیم خب در مجموع خوبه. اصلا در مجموع خوبه معنا نداره. در یه چیزایی، یه پدیده‌ای در یه جایی ابداً، حتی اگر 1 در مقابل 100، این 1 است که باید بهش توجه و اعتنا کرد و اون 100 کاملاً موضوعش منتفی است. شما من میگید چه کردید؟ عرض من خدمت شما این است که یک، همدیگر رو نشناختید و نمیتونستید بشناسید یا نمیدونستید چگونه باید بشناسید. 2، احتمال دوم که خیلی خیلی کمتره، ایشون تغییر پیدا کرده. و بسیار از اوقات آدم ها حتی یه تصور و توهمی از ازدواج دارن که بعد از ازدواج اون رو نمیبینن عزیز. بسیاری از آدم ها فکر کنن با ازدواج به یه امنیت و آرامش و مالکیتی میرسن که تازه میبینن نه تنها به امنیت و آرامش نمیرسن، بیشتر مالکیتشون هم از دست دادن. بنابراین خیلی از آدم ها هستن که بعد از حتی روز اول ازدواج یا ماهای اول ازدواج متوجه میشن که اصلا یه کاری کردن که اگر میدانستن این کار نمیکردن. من از هزاران فردی که به من مراجعه کردن این سوالی کردم، اگر آنچه که امروز درباره همسرتون میدانستید و راجب خودتون در ارتباط با او میدانستید رو قبل از ازدواج میدونستید با این آدم ازدواج میکردید؟ تعجب نکنید. مثلا حتی اونایی که با مشکل روبرو بودن و آماده بودن بیشترشون میگفتن نه. بنابراین مثلا مسئله به آشنایی همین گونه که ارتباط نداره. آشنایی دیگه من برم مطب دکتر رو بیام یا برم بیمارستان رو بیام که خوب نمیشم.